الو ای مادر غمین و خستم، الو ای مادر پهلو شکستم، مرو ای مادر، مرو ای مادر، مرو ای مادر، مرو ای مادر. جبرئیل آمده و نوحه گر از خزانه یاست، گشت ماتم زده و خون جگر از خزانه یا رنج بی مادری زینب و عشق حسن می دهد بر همه عالم خبر از خزانه یا الو ای مادر غمین و خستم، الو ای مادر پهلو شکستم، مرو ای مادر، مرو ای مادر، مرو ای مادر، مرو ای مادر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر فاطمه دختر رسول خدا، سلام بر مهدی منتقم خون فاطمه، و سلام بر شما عزاداران عزای فاطمه. صدا صدای وحی، صدا صدای اشرف کائنات، صدا صدای تبریک‌های پیاپی مردمان است که دست بیعت. من کنت مولا فهادا علی مولا، این مردی فریاد می‌زند. مردان سراسیمه به سمت مولا علی شتافته و با او دست بیعت می‌دهند. نه تنها مردان، که زنان هم از پس پرده دست در تشت پر آب فرو بردند که دست مولا علی در قسمت دیگر آن تشت پر آب است و زنان هم این گونه بیعت می‌دهند. همگان شاهد بودند، نه همگان بیعت کردند و تمام کائنات شاهد بودند، نه تنها در قدیر خم که در تمام طول حیات پیامبر همگان شاهد تفسیر من کنت مولا فهازا علی مولا بودند. اما چه زود فراموش کردند، چه زود فراموش کردند و بیعت ما را شکستند، چه زود منکر شدند. و اینجا کوی بنی هاشم، خانه ای زیبا، ساده، باصفا، خانه دخت عزیز مصطفی. در و دیوار این خانه حدیث و آیه از برم، هنوز صدای تلاوت رسول، آن هنگام که حسن و حسین بر زانو داشت و برایشان آیه های رسالت خود به گوش می‌رسید، نوایی که بود
آمیخته با فریاد. خدایی ها بود کنون معبر لشکر ابلیسی ها شده. حال که علی بیار و یاور گشته، دست گستاخی مشرکان در حرمش دراز، وگرنه شعله های آتش کجا؟ چشمه زمزم کجا؟ حمله طوفان کجا و گلشن خرم کجا؟ گرچه خود میدانیم آتش زدن خانه بهانه بود، مقصود کشتن بانو. بانو پرچم دار رسالت پدر گشته، در صبر و شکیبایی مولایش علی. او خوب می داند علی دلی بیتاب دارد و سکوتش حافظ میراث پدر است. اگر کنون علی گلایه کند و فغان سردهد، اگر تیغ برکشد تا حرمش را امن بدارد، چه بسا خزان اسلام. این نونهال بیقیم در همین فصلهای آغازی فرارسد. اما سکوت در برابر جهان. گوش کنید، صبر تو فی العین قضا و فی الحلق شجاع. صبر کردم در حالی که خار در چشم و استخوان در گلویم بود. برای بیان درد مسیح تر از این که یک آن خار در چشم و استخوان در گلو داشته بود. به دست پرده و در راست پر کرده برای حفظ ایسی پس بیگاه همه جولان میدهد و دست تیم بر در خانه ی آل شاه ها میکوبد. آتش زبان می کشد جو به آسمان تا گواه گیرد کائنات را بر ظلم آسمان. گویا آتش هم تا به داغ این رنج را ندارد. زبان می کشد از در دیوار خانه، زبان می کشد دل به فرار دارد اما به قرار نکند. قراری سوزان بر جسم زهرا دل مولا علی. اینجا خانه ایست که جبرئیل امین بدون رخصت وارد نمیشه. دوست بود و دوست بود و دوست بود و دوست بود.
پیچی گردازه به دم بر دل و جان علی. هیزم در هیزم هم باشی می شود و آتش شعله به حد اعلای حرم گرمای آتشی که می فرسان دست نوازشگر مادر امت را می سود نهی به سیلی سوزان در سویتش نشسته یادآور ایام مانند کوچکی به پایش می پیچید و او را تمام نور را دست بسته به سوی ظلمت می‌برد و چه گستاخانه شاه را سوی رعیت می‌برد. کوچه های مدینه امروز شاهد تنهایی قهرمان عالمند. دستان ید اللهی خیبر شکنی را در بند می‌بینند که دیروز به نشان بیعت در دست همین نامردمان بود. در میان تنها بانوی نیمه جان است که دست از دامن مولایش برنمی دارد و حجمه تازیانه ها و قلاب شمشیرها را به جان می دارد. یا علی